تاریخ باستان و سرنوشت دیروز و امروز ایرانیان خود را در داستان‌ها و حماسه‌های شاهنامه باز می‌یابند. اثری که نقشی کلیدی در هویت فرهنگی مردمان این سرزمین داشته و رسم روزگار به آنان نشان داده. احمد بارکی‌زاده هنرمند ساکن برلین می‌گوید شاهنامه پر است از شخصیت‌ها و حوادثی که یا به تصویر کشیده نشدند یا به زبانی پرتکلف و کلیشه‌ای روایت شدند. شاهنامه خیلی کوچه پس کوچه داره، خیلی جزئیات داره. هنوز احساس میشه که به یک زبان جدید برای گویش شاهنامه، گویش تصویری شاهنامه احتیاج هست. اگر این عادت بشه که ما از صحنه‌های ادبیات خودمون به صورت جدید، به صورت مدرن امروزی نقاشی و تندیس درست بکنیم، خیلی خوبه، خیلی چیز زیبایی است. کاریش که ما خیلی کم انجام داریم، در غرب زیاد انجام شده. بهتره ما با هنر نقاشی مدرن، با تندیسکاری مدرن شخصیت‌های ادبی خودمون رو نمایش بدیم و این کارها هنوز جاش خالیه در ایران. اینی که کار آقای بارکزاده از این جهت اهمیت داره که به موضوعات شاهنامه میپردازه. فردوسی شخصیت‌های شاهنامه، زنان، مردان و قهرمانانش را با صفات پسندیده و پلیدشان به روایت کشیده. آنها هم حماسی‌اند، هم زمینی و در میان ما. یکی از ویژگی‌های شاهنامه تفاوت شخصیت هاست. یعنی اینکه هر فردی منش و شخصیت خاص خودشو داره. یعنی الگو نیستن. در ادبیات ما بیشتر مرد و زن الگو هستند، از روی یه پیش الگو ساخته میشن، یه صفات اخلاقی خاصی دارن، همشون اونطور هستند. این جور زن خوبه، این زن بده، این مرد خوبه، این مرد بده. در حالی که در شاهنامه شاعر یا مأخذ شاعر منش پردازی کرده، یعنی شخصیت سازی کرده، هر کسی فردیت خودشو داره. ایرج پادشاه ایران شهر که به دست برادرانش کشته می شود، پشت پرده دور از چشم بقیه. چهارپایه‌ای تو سرش خورده میشه و بعد با ضربات خنجر اون رو میکشن. این المنت ها، پرده، خنجر و چهارپایه، اینا هر کدومشون هم به خودی خودشون یه سری مفاهیم سمبولیک دارن. من یک نوار چشم هست، هزاران چشم. ایرج رو توی خلوت میکشن که کسی ندونه، ولی همه میفهمن اون چیزی که دیده شد. شخصیت ایرج رو من به صورت هموفرودیت کار کردم، زن و مرد، هم زن هم مرده. شما روی زنهای شاهنامه خیلی تاکید دارید و تو کاراتون هم خیلی برجسته هستن این زنها. شخصیتهای زن شاهنامه بسیار تاثیرگذار بودن تو خود داستانهای شاهنامه، بعد اینا اومدن توی تصویرگری های شاهنامه حذف شدن. تصویرگری های شاهنامه خیلی مردونه است. در شاهنامه خیلی مهمه که به زنان نقش داده شده، اونا وارد جامعه شدن، وارد میدان شدن، در حالی که در آثار دیگه ادب فارسی اصلا به زنان توجهی نمیشه. در ویسورامین و شاهنامه که مأخذشون آثار کهن پیش از اسلام بوده، ببینیم یک خودآگاهی در زنان وجود داره. گذر سیاوش از آتش. فرمای اون آتشی که در رابطه با سیاوش در آتش کار شده، اینا در واقع یه سری کارهای فولادکاری، آهنکاری هست که توی مراسم عزاداری تو ایران استفاده میشه به عنوان یک سری علم. این المان رو من اومدم خودش فرم آتش رو آنالیز کردم و با استفاده از این ایده اونها رو به صورت ریتمیک در آوردم و به حساب به صورت یک سمبل آتش در آوردم که اینا کنار هم گذاشته میشن.
افسانه ضحاک. جمشید به شمشیر ضحاک دونیم شده. در تصویرگری کاوه و فریدون تنها از نشانها یعنی پیشبند کاوه و گرز فریدون استفاده شده. ببینید چهار چهره داریم ما. خواهران جمشید که در قصر ضحاک هستن و پسران کاوه. باز دوباره اومدم اینا رو من هموفرادیت کار کردم. معلوم نیست کدومشون دختره کدومشون پسره. توی شاهنامه میگه مغز جوانان رو خورد ولی نگفت مرد بودن یا زن بودن. زنان و مردانی که در این رابطه کشته شدن یا حبس شدن تو حبس ضحاک بود. حماسه‌های تراژیک شاهنامه پر است از صحنه‌های بی‌نظیری از صفات گرانمایه انسانی، عشق و فداکاری یا حسد و طمع و نفرت. احمد بارکی‌زاده می‌گوید برای خلق هنری داستان‌ها و شخصیت‌های شاهنامه فراتر از کلیشه‌ها، جبرها و ایدئال‌سازی‌های رایج هنوز راه طولانی پیش روست. مریم انصاری، برلین.